سلام، به برنامه برداشت دوم امروز خوش آمدید. بر طبق روال برنامه های برداشت دوم این هفته هم در خدمت آقای دکتر مرداد خونساری دبیرکل موج سبز هستیم تا با حضور ایشون برداشتی دیگر از مسائل و اتفاقات رو داشته باشیم. آقای دکتر سلام، بسیار خوش آمدید. سلام شما و تمام همیهنان بسیار عزیزم، خوشحالم که باز میگم در خدمت هستم و میتونیم با هم پیرامون مسائل مملکتمون صحبت بکنیم. بسیار عالی. آقای دکتر، امروز دوم خرداده، 17 سال از دوی خرداد 76 میگذرد و همچنان این روز برای بسیاری یک روز خاص هستش. در موردش همچنان حرف زده میشه، تحلیل میشه، گفتگو میشه، مخالف و موافق در موردش بحث میکنن و نشون میده که همچنان اون اهمیت اون روز پررنگ و حالا شاید نه به مانند همون روز اما پر اهمیت همچنان باقی مونده است. من به خاطر دارم که قبلا هم البته در موردش کمی صحبت کردیم، شما همون موقع یعنی 17 سال پیش بعد از اعلام پیروزی آقای خاتمی مطلبی رو منتشر کردید و یک تحلیل رو ارائه دادید که شاید همون موقع هم یک مقداری غریب بود، یعنی توی اون فضای سیاسی که اون موقع مخصوصا در خارج از کشور وجود داشت حرف متفاوتی میزد. چگونه بود؟ چه شد که اون مطلب رو نوشتید و شما در مورد یک آینده دیگه بعد از دوی خرداد صحبت میکردید؟ خیلی متشکرم. البته همونطور که گفتید واقعا روز دوم خرداد یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر کشور ماست. روزی است که مملکت ما از فرصت‌های کوچکی که در اختیار داشتن استفاده کردن که یک پیام رسایی رو به گوش تمام ایرانیان و مردم جهان برسونن که در اصل مطالباتشون چیست، چی میخوان، در چه جور جامعه‌ای میخوان زندگی بکنن، چه نوع رهبرانی رو از رهبرانشون از چه ماهیت و جنس باشه و خیلی پیام‌هایی که در دل این مسائل در اصل میشه گفت نهفته هست رو واقعا به صورت علنی قلمداد کردند و یک شعله امیدی رو در دل همیهنان، اجتماع اون زمان و مردم دنیا به وجود آورد که مردم ما و کشور ما اون تصویری که ازش ساخته بودن با اون هیچ نوع انطباق نداره. ما نه مملکت ما نه مردم ما نه تروریستن نه آدم های میشه گفتش که متعصب مذهبی هستن، ضمن اینکه مذهب براشون مهمه و به یک فرد روحانی هم رأی دادن، ولی به دنبال خیلی مسائل بیشتر برای یک جامعه پیشرفته و اینجور چیزا هستن. و خب موقعی که این اتفاق رخ داد، همونطور که مثلا انتخاب آقای روحانی بعد از 8 سال حکومت احمدی نژاد یک مملکت ما اصلا یک الگوهای دیگه ای رو به هر حال در سلوه مسائل قرار داد، خب اون موقع من هم همونطور که این بار در موج سبز آقای جهانشاهی خود من به دنبال این مقوله آشتی ملی رفتیم، در همون زمان هم ما به دنبال همین طرز تفکر بودیم که سعی کنیم مشکلاتی که در جامعه ما هست، این نفاقی که بین نیروهای مختلف افتاده رو به صورت با دیالوگ و به صورت مسالمت‌آمیز ما بتونیم قدم‌هایی در اون راستا برداریم. و این بود که در اون زمان همونطور که ما در موج سبز موقعی که آقای روحانی انتخاب شد مواضع خیلی محکم خودمون رو که در اپوزیسیون داشتیم حاضر شدیم که نسبت به اونها یک مقدار عقب نشینی بکنیم و فرصتی بدیم برای اینکه
شانس‌های دیگه‌ای برای رسیدن به اون چیزی که ما معتقد بودیم و هستیم که مردم ما طالبش هستن بتونیم از اون طریق قدم برداریم. این اقدام رو ما کردیم در اون زمان بلافاصله بعد از دوم خرداد، دیالوگی هم برقرار شد، ولی خب شرایط مملکت آماده این نبود که اون کسانی که در مسند قدرت هستند بخوان در این راستا قدم‌های جدی بردارن. امروز ما یک تلاش دوباره را انجام دادیم و امیدواریم که با توجه به مشکلاتی که بارها و بارها ما به اونها اشاره کردیم که این احساس در درون اون کسانی که امروز در مسند قدرت نشستن به وجود بیاد که بهترین راه برای حل مشکلات مردم این نیست که به مشکلات مردم توجه نشه و یا فکر کنن که با مرور زمان میتونن از کنار این مسائل بگذرن، بلکه در اصل قدم‌های سازنده و به اصطلاح تازه‌ای رو برای رفع مشکلات بردارن. آقای دکتر، شرایط مملکت رو اشاره کردید، اما میخوام یک نگاهی بکنم به این که آیا فکر میکنید 17 سال برای اینکه دوباره مسیر رو، حالا نمیگم الزاماً با همون معیارها اما با همون چارچوب بخوایم دوباره تجربه بکنیم زمان طولانی است، دوباره 17 سال بعد از دوم خرداد مجبوریم بیایم دوره های روحانی رو تجربه کنیم؟ چرا فکر میکنید جامعه ایران و دقیقا همونی که خودت روشنی میکنید شرایط جامعه اینجوری میشه؟ این جا به جایی رو چگونه میبینید؟ ببینید نمیشه گفت، واقعا جواب دقیقی نمیشه داد. این لنین موقعی که فکر کنم در سال 1913 اون موقع خانواده رومانوف جشن 300مین سالگرد تاریخ روی کار آمدن به اصطلاح سلسله رومانوف رو میگرفتن، در زمانی که شبکه هاش به هر حال در یک حالت تزلزل بودن، وضعیت مبارزش مناسب نبود، با یک حالت ناکامی به همسرش گفت که 300 ساله که رومانوف ها بودن، چرا 300 سال دیگه نباشن؟ ولی دیدیم که 4 سال نگذشت از اون که سلسله رومانوف برچیده شد و به اصطلاح این تاریخ نوین روسیه با روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی با رهبری لنین به اصطلاح رقم خورد. 17 سال گذشته، تنها حاصل ملموس این 17 سال اینست که موهای من تو این ایام سفید شده. ممکنه 17 سال دیگه بگذره و هیچ اتفاقی نیفته، ولی این دلیل این نیستش که اون مباحث، اون صحبت‌هایی که مطرح شد در اون زمان دارای اهمیت نبودن، دارای اولویت نبودن، و اینکه امروز همون مباحث که در اصل پاسخی براشون پیدا نشده کماکان از همون ارزش و اولویت میشه گفتش که برخوردار نیستن. به نظر من هستن. دولت ما دولت قوی بوده، امکانات متعددی رو داشته، و تا زمانی که خود دولت متقاعد نشه که به نفع خودشه، به نفع تمام اون شخصیت هایی که امروز در سکوهای قدرت نشستن و سیاست های مختلفی رو دیکته می کنن که به نفع سلامت خودشونه، به نفع پایداری خودشونه که نخوان با مردم همسو بشن، اتفاقی نمیفته. ولی به نظر من شرایط هرچه تنگ تر میشه این واقعیت برای اونها بیشتر روشن میشه، کماکان که دست مردم امروز علی‌رغم این ظاهری که شما میبینید به مراتب قوی تره تا اون زمان دوم خرداد که 17 سال ازش گذشته. خب آقای دکتر، شما به سفید شدن موهای خودتون اشاره میکنید، من از طرف خودم میگم، من هم 2 خرداد 76 برای اولین بار که رأی دادم الان مقداری از موهام سفید شده. 17 سال زمان طولانی است، اما نکته دقیقا همون جاست که خود شما اشاره میکنید. اون مطالباتی که اون موقع مطرح میکردیم،
اون بحثایی که همون موقع بود، بحث توسعه سیاسی، بحث آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از این حرفا که شاه بیت صحبت‌های آقای خاتمی بود. ما دوره آقای هاشمی رو تجربه کرده بودیم، دوره آقای احمدی نژاد رو هم دیدیم، دو شعار اقتصادی و یک شعار سیاسی. اتفاقا در دوره آقای خاتمی شاید بهترین آمار اقتصادی در طول 35 سال گذشته رو مردم اونجا تجربه کردن. تورمی که در سال 84 موقع 80 موقع تحویل دولت مثلا نزدیک به 10.4% بود، یعنی یک پدیده‌ای که میرفت برای بعد از مدت‌ها تورم به تک رقمی برسه، میزان اشتغال و بحثایی از این دست که حالا وارد نمیشم جز به جز. اما همون دولت با یک کسی مواجه میشه که میاد شعار اقتصادی میده، محمود احمدی نژاد، و بدترین دوره اقتصاد رو تجربه میکنیم. به تجربه اینجوری دیده میشه که البته هر کی شعار اقتصادی میده سیاسی کارتره و هر کی شعار سیاسی میده گویا اقتصادی تره. فکر میکنید تجربه دوره اصلاحات چگونه به فریاد آقای حسن روحانی خواهد اومد که بخواد از اون دوره تجربه اندوزی کنه که حداقل تکرار نکنیم اشتباهات اون موقع رو و بتونیم دستاوردی داشته باشیم؟ من فکر نمی کنم که آقای روحانی میخواد اشتباهات گذشته رو تکرار بکنه یا خودش بیشتر از هر فرد دیگه آگاهی کامل از این نداره که چه اشتباهاتی در دوران اصلاحات صورت گرفت که رویاهای مردم همه از بین رفت. این تلاشی هم که میکنه، صحبتایی هم که میکنه، حرفایی هم که اخیراً مجدداً تکرار کرده که برخی از مفسرین معتقدن که اگر این حرفا رو تکرار بکنه این دیگه حتی جذابیت میشه گفت تبلیغاتیش هم از بین میره، چون دیگه حرف تازه‌ای نیست که مثلا فرض کنیم روزنامه‌های تهران بخوان باز دو مرتبه بهش اشاره بکنن، بگن که مثلا آقای روحانی امروز اعلام کرد که نارسایی‌های نمیدونم در این زمینه یا اون زمینه اینا غیر قابل قبولن، باید اقداماتی صورت بگیره و حرفایی از این رقم. مسئله اساسی نیست که اون نیروهایی که مانع پیشرفت دولت اصلاحات آقای خاتمی بودن امروز کماکان وجود دارن. این نیروها دست عرصه‌شون خیلی تنگتر شده، میشه گفتش که گزینه هاشون به مراتب کمتر شده به لحاظ شکست های فجیعی که سیاست 8 سال دوران احمدی نژاد و صدماتی که به مملکت وارد آورد. همین وضعیت بغرنج اقتصادی، خب زمان آقای خاتمی شما خودتون اشاره کردید، حتی زمانی که خاتمی به اصطلاح پست ریاست جمهوری تحویل گرفت وضع اقتصادی ایران که اینجوری نبود، که تحریم ها نبودن، درها رو ایران بسته نبود. آقای روحانی امروز که با این مسئله دو مرتبه روبروست و با میشه گفتش که نیروی مخالفی که مترصده که دقیقاً دولت او رو بخواد به همون سرنوشت دولت خاتمی برسونه، با مکانیزم میشه گفتش که با ابزار کمتر ولی با همون به اصطلاح با همون شدت تعمد، باید با یه ماجرا مملکت ما و مردم ما باید روبرو باشن که شکست روحانی اگر شکست بخوره، همونطور که آقای خاتمی متاسفانه نتونست در پیاده کردن نظراتش موفق باشه، به یک جا ختم میشه و اون روی کار آمدن احمدی نژادهای ثانیه. و احمدی نژادهای ثانی مملکت ما رو بیشک به سوی هرج و مرج و قیام و نابودی و درگیری میبرن. یعنی اگر دو مرتبه به خاطر تعمد یک عده معدود وضع اقتصاد مملکت ما نتونه بهبود پیدا کنه، وضعیت معیشت مردم نتونه روی یک قلتک درست بیفته، در پی اون آزادی هایی که مردم
مطالباتش رو دارن. من صحبت از دموکراسی غربی نمی کنم، من صحبت از اون آزادی هایی که به فرهنگ ما، به اوضاع و شرایط مملکت ما میتونه بخوره که امروز اینها وجود ندارن. مثلا همین اتفاقی که چند روز پیش با همین پخش آهنگ هپی یا خوشحال، همین که یه دیر به خاطر خوشحالی گرفته بودن و بازداشت کرده بودن، تکرار این مسائل ما رو به سوی درگیری میبره. اینجاست که وظیفه خطیری بر دوش آقای روحانیه، با مخالفین سرسختی روبروست، مخالفینی که میترسن اگر کوتاه بیان تمام امکاناتی رو که دارن رو برای همیشه از دست بدن. و اینجاست که باید اعتماد سازی بشه، باید یک راه حل سیاسی پیدا بشه که تدریجا اینها رو هم ما بتونیم به سر عقل بیاریم که داشتن مثلا 10% یک چیز بهتر از داشتن 100% هیچ چیزه، چون اینا به سوی هیچ چیز میرن. و اینجاست که به نظر من آشتی ملی میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. اینی هم که آقای روحانی اومده و این واژه رو، واژه‌ای که من باید تأکید بکنم که در کنتکست فعلیش توسط ما در موج سبز مطرح شد، حالا ایشون از این استفاده کردن، برای که راه دیگری نیست، این راه باید امتحان بشه و باید تا انتهاش بره. اگر موفق نشه با احمدی نژادهای ثانی ما روبرویم. آقای دکتر، در سال 76 آقای خاتمی یه استراتژی رو مطرح کرد که خب شاید بشه گفتش ترجمان دیگری از آشتی ملی بود، همون بحث تبدیل معاند به مخالف و مخالف به منتقد. مثل اینکه خب تمام نیروهایی که در داخل مجموعه ایران و ایرانی هستند و بعد اون شعار مشهور ایران برای ایرانیان ازش خارج شد، این هم خب همون روندی بودش که خب به نحوی میشه گفت با آشتی ملی همخوانی داره، آن چیزی که امروز مشخصا صحبت میشه. بخوایم گذر بکنیم و بریم به سراغ مسائل دیگه هم برسیم، از همینجا شروع بکنیم. شرایط رو شما مشخص کردید و توصیف کردید، شرایطی که اگر این موفق نشه باید انتظار این داشت که احتمالاً احمدی نژاد بدتری هم برگرده، یعنی حتی از نمونه احمدی نژاد پیشین ما باید انتظار تندروی های بیشتر رو هم داشته باشیم. اما در مقابل ما شاهد این هستیم که خب خوشبختانه دیالوگ آشتی ملی با همین ترم و با همین شکلی که شما مطرح کردید جای خودش رو باز کرده و وارد دیالوگ ها شده. در داخل کشور حداقل در چندین مطلب ما شاهد این بودیم، در روزنامه های سراسری مطالبی در مورد آشتی ملی چاپ شد، در سایت های دیگر شاهد این بودیم که موافق و مخالف در موردش صحبت کردن، و اخیرا هم شاهد این بودیم که خوشبختانه تلویزیون ها و رسانه های فراگیرتر هم به این موضوع پرداختن و در موردش حالا به صورت بحث و گفتگو و یا به صورت تک نفره به اون میپردازن. اما یه چیز خیلی مهم این هستش که همه در مورد این شرایط صحبت میکنن که شرایط آشتی ملی شاید به نحوی در داخل کشور الان مهیا نباشد. برای خود من حداقل این سوال میاد که اگر مهیا بود که ما الان اینجا نبودیم، یعنی به طور مشخص اگر آشتی ملی برقرار شده بود و یا یک مسئله بود که حالا بارها تعبیر خود آقای جهانشاهی هم بود که در سینی نقره مثلا به افراد تقدیم بشه، که خب نیازی به مبارزه و تلاش کردن نداشت. ولی با همه این شرایطی که خودتون گفتید، برگردیم 17 سال تجربه مجدد و بسیاری از این بحث‌ها، آیا واقعا فکر می‌کنید شرایط آشتی ملی امکان تحقق امروز 2 خرداد 1393 در ایران رو داره؟ به طور ساده جواب سادهش این هستش که به نظر من داره و میتونه داشته باشه. اینجوری بگم، ضمن اینه که ما که شما صحبت از 17 سال میکنید، فراموش نکنید که دولت قذافی 42 سال سر کار بود، اتحاد جماهیر شوروی هم بیشتر از 70 سال سر کار بود، و در طول اون 42 سال و 70 سال و
حالا من این دو تا کشور رو میگم، حالا خیلی نمونه های دیگر هست، جاهایی که حکومت های خودکامه به هر حال عنان قدرت رو به کار داشتن و هیچ فردی در اون جوامع فکر نمی کرد که قدرت تام اینها رو بشه هرگز از بین برد. یعنی هیچ امیدی نداشتن که این دیکتاتورهای به اصطلاح محکم و قوی هرگز روزی قدرت رو از دست بدن. در صورتی که اگه شما به تاریخ نگاه بکنید، همه دیکتاتوریا در نهایت شکست خوردن و از بین رفتن. پس به نظر من برای یک ملتی که حق و حقوق خودش رو میدونه و میخواد از حق و حقوقش دفاع بکنه، این امکان همیشه هست که به حق و حقوقش برسه. راه‌های مختلف برای رسیدن به این حق و حقوق هست. بدیهی است که ساده ترینش این هستش که از طریق دیالوگ و بحث و گفتگو بتونه طرف مقابل رو متقاعد بکنه که یه مقدار کوتاه بیاد و بذاره تدریجا شرایط به سمت مثبت جلو بره. شما برای این که بتونید یک همچین راه حلی رو بخواید ارائه بدید یا بخواید دنبال بکنید، طرف مقابل شما باید یه فردی باشه که از این مسائل، از این مطالبی که شما میگید به اصطلاح یه بویی برده باشه یا خودش در این راستا مثلا یک نظریات مشابهی رو داشته باشه. یک چنین نظریاتی با یک فردی مثل آقای خاتمی وجود داشت. آقای خاتمی شاید یه بعضی ها که میخوان بهش حمله بکنن و ایراد بگیرن، همونطور که به روحانی میگیرن میگن که اینم مثلا یه آخونده مثل بقیه، فرقی نمیکنه. ولی اینطور نیست، اینجوری نباید قضاوت کرد. هم اون هم روحانی آدم های فرهیخته ای هستن، آدم های باسوادی هستن. شما در سطح رهبرهای کشورهای خاورمیانه نگاه بکنید، من عضو اپوزیسیون که در 30 ساله دارم مبارزه میکنم، بیشتر از 30 ساله کسی که منتقد این سیستم هستم، من اذعان میکنم که در سطح خاورمیانه کدوم کشور رؤسای جمهورشون دانششون بیشتر از آقای خاتمی یا آقای روحانی بوده. پس باید در نظر بگیریم که شما با افرادی هستید که روبرو هستید که با این نوع طرز تفکرهای مدرن آشنایی دارن، میفهمن. خب موقعی که اینا میان و خودشون هم رأساً آقای روحانی به خاطر ما یا به خاطر نیروهای دیگه که این مسئله مطرح نکردن، کسی هم تپونچه پشت سرش به اصطلاح تو پیشونشون نگذاشته بود که بیاد صحبت آشتی ملی بکنه یا بیاد در ایامی که فعالیت انتخاباتی میکرد صحبت از این بکنه که مثلا فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی باید رعایت بشه، یا اینکه نباید نمیدونم جلوی فیسبوک رو بگیرید، یا نمیدونم با دخالت در امور خصوصی مردم بکنید، یا مثلا جوانانی رو که میرن یه آهنگ میخونن بگیرین کت بسته بازداشت بکنید و به زندان ببرید. موقعی که شما با یک همچین فردی روبرو هستید، باید سعی بکنید که این مسائل رو از طریق دیالوگ به جریان بیاندازید. هیچ کار آسونی نیست، اینو قبلا هم بهش اشاره کردیم. موانع بسیار زیاده، ولی تا تلاش نکنید، تا دنبالش نرید، فضاش هم آماده نیست. باید برید و این فضا رو بسازید و این معادله رو پیش ببرید. در یکی از این برنامه ها من دیدم که یکی از این صاحب نظران ما که راجع به آشتی ملی توی یکی از این شبکه های تلویزیون های خارجی صحبت میکرد، یه فرد کاملا مایوسیه، آدم بسیار متفکریست، بسیار میشه گفتش که انسان دانشمندیست، ولی اون که مبارز نیست، که اون که نمیخواد جامعه رو عوض بکنه. جامعه رو موقعی عوض میکنه که از وجود خودت برای پیاده کردن اون راه روش هایی که فکر میکنی میتونه برای آینده مملکت بشه مایه بگذاری. آقای دکتر دقیقا میخواستم من اینجا این سوال بسیار مهمه، بحثیه که ما پیشتر هم با خود شما داشتیم، بحث حالا
امروز دوم خرداد بیشتر از آقای خاتمی صحبت میکنیم، همون بحث پروژه و پروسه برای رسیدن به دموکراسی است. به واقع این مسیر آیا میشه براش محدوده زمانی گذاشت؟ من چیزی هم که داشتیم در مورد آشتی ملی، موقعی که اولین بار آقای جهانشاهی صحبت این رو میکنن، دقیقا از صحبت مدت زمانی که محدود نخواهد بود استفاده میکنن، یعنی این واژه رو هم به این شکل در مورد آشتی ملی میارن. آیا میشه متر و مقیاس براش گذاشت که مثلا تا 10 سال آینده تا ببینید این زمان بندی کردن، یا به اصطلاح بخواد آدم زمان قائل بشه برای اینجور چیزا؟ من رو یاد یه حرفی میاندازه که جنرال پاتون فرمانده ارتش سوم آمریکا که فاتح آلمان بود در جنگ جهانی دوم، در ارتباط با خط ماژینو گفت. خط ماژینو یه خطی بود که فرانسوی ها بعد از تجربیات متعدد در جنگیدن با آلمان ها در مرز خودشون با آلمان ساختن، یعنی یک به اصطلاح میشه گفت یک سیستم دفاعی فوق العاده گران قیمت و محکم برای جلوگیری از به اصطلاح حمله نیروهای آلمانی به مرزهای فرانسه بود. پاتون گفت احداث این خط ماژینو یک میشه گفتش که یک امتیاز بسیار بزرگی است برای اثبات بیشعوری افراد، یعنی این به طور بیمانندی بیشعوری رو به اصطلاح نشون میده. چرا که اگر کسی بخواد به فرانسه حمله بکنه که نمیاد از طریق خط ماژینو بره، میاد از کنارش، از جایی که این خط دیگه نیست، از یک کشور همسایه حمله میکنه و فرانسه رو میگیره. و دقیقا همین کاری بود که هیتلر در جنگ جهانی دوم کرد، از طریق بلژیک و لوکسامبورگ و اینجا وارد هلند، وارد فرانسه شد و فرانسه رو هم اشغال کرد و همین خط ماژینو هم نیروهای آلمانی تصرف کردن. حالا زمان بندی کردن برای یک چنین چیزی، واقعا این یک میشه گفت هم یک مثالی شبیه اون حرفی که آقای پاتون زد، ممکنه یک روز طول بکشه، ممکنه 100 سال طول بکشه، مبارزه ادامه داره، این خواسته باید تأمین بشه. حالا این خواسته در یک روز تأمین میشه یا در 100 روز؟ من 30 خورده سال دارم مبارزه میکنم، به احتمال قوی اگر بخواد این 30 سال دیگه طول بکشه بنده در قید حیات نخواهم بود به طور طبیعی، ولی آدم های دیگه هستن و آدم های دیگه باید دنباله این کار بگیرن. برای چی؟ برای ارزش دادن به اون تلاشی که هزاران نفر هممیهنان ما در ظرف این 35 سال گذشته برای تحقق دادن به این آرمان ها فداکاری کردن. هزاران نفر از هممیهنان ما جونشون رو تو این راه از دست دادن، اینها برای هیچی نمردن. پس زمان بندی کردن که بگی من اگر آقای روحانی تا 6 ماه دیگه آشتی ملی رو میپذیره، خب اگر نه پس ما بساطمون رو جمع میکنیم و میریم، نه، این نمیتونه باشه. امید ما این هست که این راه و روش کمک بکنه برای اینکه ما به یک راه حل مسالمت آمیز برسیم. اگر راه حل مسالمت آمیز نباشه، کماکن که بعد از دوم خرداد موقعی که مسجل شد که اون طرحی رو که خود من پیشنهاد شد داده بودم عملی نبود، خب شما ناچاری برای اینکه به اصطلاح به خواسته هات نزدیک بشی تلاش رو به یه فرم دیگه جلو ببری. ولی مسئله این هستش که فرق ما با عراق یا افغانستان این میتونه باشه، یا سوریه این میتونه باشه، که به جای اینکه بیاییم مملکتمون رو تومه جنگ داخلی بکنیم، به جای اینکه مملکتمون رو تومه هرج و مرج هایی بکنیم که دارایی ما رو از بین میبره، تمام زیربنای اقتصادی و اجتماعی ما رو داغون میکنه، که به یک فرم متمدنی که به اصطلاح یک نشانی از تاریخ کهن ما داره با همدیگه برخورد بکنیم. فرق معامله اینه.
الان حالا بخش پایانی برنامه هم هستیم، یک نگاه دیگری میخواستم به مسئله آشتی ملی داشته باشیم و اون حالا برمیگرده به تمام مباحثی که من حالا پیگیری کردم در رسانه‌های دیگه. بیشتر مباحث فلسفی است، یعنی وارد این میشویم که ماندلا چنین کرد، گاندی چنین گفت، در امریکا این اتفاق افتاد، لوترکینگ اینجوری بود و بحثایی از این دست. و بعد تمام کسانی هم که این حرف رو میزنن میگوین شرایط هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است، فقط ما میتونیم یک سری عناصر و الیمنت های مشخص رو فقط به صورت موضوعی بیرون بیاریم. عقیده شخصی خود من بر اینه که حتی جدا از اینکه کشور با کشور متفاوته، زمان با زمان هم کاملا متفاوت میشه. یعنی ما یک سال پیش همین موقع درگیر انتخابات سال گذشته بودیم و نمیدونستیم آیا روحانی پیروز میشه، آیا تحول خواهان میتونن در دور اول پیروز بشن، آیا در دور دوم کودتا میشود نمیشود، هیچ چیزی مشخص نبود. اما آنچه که مشخصه در یک سال گذشته بعد از انتخابات، این امکان به وجود اومد که دیالوگ آشتی ملی به عنوان یک دیالوگ دست بالا وارد ادبیات سیاسی کشور بشه. حالا سوال من اینه، شما به عنوان دبیرکل موج سبز، کسی که پیگیر پروژه آشتی ملی هستید، میخواهید اول به صورت فلسفی وارد مسائل بشید، تمام چالچوله ها رو بررسی بکنید، راهکار براش پیدا بکنید، و یا نه به صورت یک امر پرکتیک سیاسی به عنوان یک عمل واقعا سیاسی میخواهید وارد حرف بشید، پروسه رو آغاز بکنید و به قول معروف حالا در عمل چالشوله ها رو پیدا بکنید؟ میخواهید فلسفی باشید یا سیاسی؟ اولا ما در موج سبز ما یه تشکیلات سیاسی هستیم و ضمن اینی که هر عمل سیاسی به هر حال باید یک پایه و پایگاه میشه گفتش که تئوریتیک، تئوری داشته باشه، ولی در عمل ما باید در خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که بخوایم از مسئله رو از جنبه تئوری خارج بکنیم و به مرحله عمل بگذاریم. افرادی که میان و نظر پردازی میکنن و تئوری ارائه میدن و میگن که این میشه یا نمیشه، تا زمانی که در اصل کارشون ارائه تئوری است، انتظار بیشتر از اونم از اونها نمیشه داشت. ولی من نوعی به دنبال این هستیم که این معقوله رو که پیشنهاد کردیم رو پیاده بکنیم. پس ما نگاه نمی کنیم به اینکه چه موانعی ما در مقابل ماست و اینکه بگیم که چون این موانع وجود دارن پس این کار عملی نیست، چون نظام در گذشته روش دیگری بوده امکان نداره که این روش در آینده تغییر پیدا بکنه. شما اگه به تاریخ نگاه بکنید، تمام تغییراتی که صورت گرفته اغلب در شرایطی بوده که هیچ کس فکر نمی‌کرده که اون تغییرات اصلا بتونه امکان پذیر باشه. پس راه و روش ما یک راه و روش عملی است با در نظر گرفتن بسیاری از به اصطلاح تئوری‌هایی که میتونه در اطراف و اکناف اون راهی که ما می‌خوایم بریم باشه. پس ما مترصدیم که در این راه بریم جلو. بدون تردید به بنبست‌هایی برخورد می‌کنیم، سرمون به دیوار میخوره، اشتباهایی توی طول راه در محاسباتمون ممکنه باشه، ولی این فقط ما رو بیشتر مترصد میکنه که برگردیم به دنبال راههای دیگه باشیم که همین مسیر رو ببریم جلو. اگر این مسئله به این فرم نتونه پیش بره، بدیهی است که راه حل‌های دیگری باید آدم جستجو بکنه، که تمام تلاش ما این هستش که ما نخواهیم به اونجا برسیم، مردم ما نخوان به اونجا برسن، بلکه با استفاده از وجود فرد فرهیخته و دانشمندی مثل آقای روحانی و تیم او بتونیم شرایط خدمت به مردم رو به ارزون ترین قیمت تغییر بدیم. دکتر یعنی میگید اگر
شما هم به دیوار دفاعی به مانند آنچه در فرانسه بود برخورد کنید، مسیر رو عوض خواهید کرد، از یک جای دیگه برای یک تحول دموکراتیک پیگیری خواهید کرد مسئله رو. باید این کارو کرد. ببینید شما در ما در یک ما در یک شرایطی هستیم که دو نیروی مخالفین نظام که حالا اگر در قالب آشتی ملی بخوایم جلو بریم میگیم منتقدین نظام و نظام با هم یک رابطه کاملا خصمانه و ناجوری رو داشتن. شما میخواید اینو عوض بکنید، این کار ساده ای نیست میدونید، و باید شرایطی رو ایجاد بکنید که یک چنین برخوردی بتونه امکان پذیر باشه. باید اعتماد سازی بشه. باید بگویی که فرض کنیم جهانشاهی میگه من خودم برمیگردم به ایران، برای چی؟ برای که اعتماد سازی بکنه، برای که بگه من صادقم در این حرفی که میزنم. موقعی که آقای جهانشاهی پاش به ایران برسه در اختیار اونهاست. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه من این ریسک رو برمیدارم. برای چی؟ برای که جو رو ما بتونیم تغییر بدیم. خب ولی اونها هم باید جو رو تغییر بدن و باید علائمی از خودشون نشون بدن که این جو میتونه به نفع مردم تغییر بکنه، والا این عمل فایده ای نداره. ما قصدمون این نیستش که خودمون رو قربانی بکنیم، قصدمون این هستش که طرز برخورد و معادله رو تغییر بدیم و برای این آمادگی مایه گذاشتن از وجود خودمون رو داریم، نه اینکه بنشینیم بگیم بله این کار میشه یا این کار نمیشه، یا اینکه من خب پیر شدم تجربه دیدن اینا رو دیدم و اینا هیچ فایده ای نداره، پس فایده ای نداره. این کار ما نیست. اگر تمام کسانی هم که در طول تاریخ بشر موفق شدن که به یک نقطه هایی برسن، افرادی نبودن که بگن که حالا ما ببینیم که فعلا امکان تغییر نیست، امکان هیچی نیست، وضعم عوض نمیشه، پس همینیست که هست. کسانی که میگن همینیست که هست نیسته که تغییرات رو ایجاد میکنن. من یه چیز دیگه هم بگم، یه فرق اساسی بین این آشتی ملی که ما پیشنهاد میکنیم با نمونه‌های بین‌المللیش هست. زمینه که همونطور که خودتون گفتید هر مملکت شرایطش، اوضاعش، احوالش با هم فرق میکنه. آشتی ملی به اون فرمی که در به اصطلاح زبان سیاسی، گفتمان سیاسی مدرن مطرح شده، معمولا اون روشی است که بعد از انتقال یک سیستم حکومتی به یک پروسه مردمی برای ایجاد التیام در اون جامعه به کار گرفته میشه. پیشنهاد من این بوده که این پروسه رو ما قبل از انتقال یک سیستم حکومتی به یک سیستم مردمی ما به کار بیاندازیم، یعنی صبر نکنیم تا اینکه سیستم تغییر پیدا بکنه به هر طریق، و بعد از اینکه سیستم تغییر پیدا کرد ما بخوایم آشتی ملی رو به عنوان یک میشه گفتش که یک دونه آسپرین برای اون جامعه بعدی به خورد جامعه بدیم، برای اینکه التیام در جامعه به وجود بیاد. باید از حالا شروع کنیم. این یک کار کاملا نوع جدیده و باید سعی کرد راه و چاهش رو پیدا کرد. استنباط من و استنباط آقای جهانشاهی این هستش که در درون سیستم حکومتی ایران به لحاظ مشکلاتی که مملکت باش مواجهه چنین درکی در برخی از افراد هست، همونطور که مخالفت با این درک در اذهان خیلی ها که همین برنامه رو امروز دارن نگاه میکنن حک شده است. سر سخن من به اونها اینه که دوستان بهترین راه این هستش که ما یه برخورد جدید تازه و متفاوتی با هم دیگه داشته باشیم. این به ضرر شما هم نیست، این در دراز مدت بلکه به نفعتونه. بسیار عالی. آیه دکتر اصطلاحی هستش همواره میگن که خرداد پرحادثه. خرداد کلن ادوار مختلف انتخابات درش برگزار شده و همیشه هم حاشیه های مختلف. در یک ماه آینده ما فکر کنیم بیشتر در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، وقت بیشتری بذاریم
و بتونیم بررسی بکنیم. همین صحبت آخر مخصوصا اینکه منفعت افراد مختلف و گروه های مختلف در این پروژه ها رو. خب به طور مسلم یه چیزی که جای خوشحالی داره این هستش که طرح آشتی ملی از سوی ما در همین مباحثی که داریم و مستندهایی که به همت آقای جهانشاهی و تلویزیون رها به هر حال ارائه شدن شرایطی رو فراهم آورد تا آقای روحانی هم این واژه رو در صحبت خودشون در 22 بهمن برای اولین بار به کار گرفتن. صحبت آقای روحانی باعث شد که بعضی از تلویزیون های که خیلی هم محبوب هستن و برنامه های خیلی پرباری دارن بخوان بدون اینکه هیچ نوع کردیتی هم به ما بدن این موضوع رو مطرح بکنن، که این خودش جای خوب بسیار جای خوشوقتی زیاده، چون انگیزه ما این هستش که بحث پیرامون این ماجرا بتونه بیشتر بشه، نه به این خاطر که این کار پروژه ساده یا آسونیه، بلکه مردم آشنایی ذهنی پیدا بکنن که این راه حل میتونه به کمترین بها بانی اون تغییراتی باشه در جامعه که در نهایت مملکت ما رو به سوی دیگری که به نفع همه هست هدایت میتونه بکنه. بسیار عالی، خیلی لطف کردید آقای دکتر مرتضی خونسری عزیز که به همراه ما بودید. متاسفانه وقت برنامه‌مون اجازه نمیده بیشتر بحث رو در این نوبت ادامه بدیم، مطمئناً در نوبت‌های بعد در خدمت شما خواهیم بود، این بحث رو در زمینه‌های مختلف نگاه خواهیم کرد. خیلی لطف کردید آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم تشکر می‌کنم که همراه برنامه برداشت دوم بودید. به صفحه فیسبوکی برنامه اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق با ما در تماس بشید و یا از طریق آدرس ایمیل برنامه و با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون و البته سوالات و موضوعاتی که علاقه دارید در این برنامه طرح بشه و ما پاسخ اونها رو و یا برداشت آقای دکتر مرتضی خونساری دبیرکل موج سبز رو در مورد اونها جویا بشیم، ما رو میتونید در پویاتر شدن این برنامه یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر بدرود.